سلام، بیننده آخر خط بگون زنده است، تلویزیون نور هستید. اصرار احزاب و انکار کمیسیون مستقل انتخابات در حالی که احزاب و جریان‌های سیاسی از نپذیرفته شدن خواست‌هایشان هشدار می‌دهند و می‌گویند با راه‌اندازی راهپیمایی‌ها و اعتراضات مدنی حکومت و کمیسیون را به پذیرفته شدن طرح انتخاباتیشان مجبور می‌کنند. کمیسیون اما در پاسخ می‌گوید که وقت کافی برای به کارگیری طرح انتخاباتی احزاب نمانده است. در میان ادعاهای گسترده از تقلب در توزیع شناسنامه ها و نصب استیکر اداره ثبت احوال نفوس، امروز طی یک نشست خبری گفت که به هدف جلوگیری از جعل، کتاب های ثبت شناسنامه ها را ثبت پایگاه اطلاعاتی نهاد می کند. رئیس اداره ثبت احوال نفوس گفت تذکیره های توزیع شده را شامل دیتابیس کرده و آن را برای جلوگیری از تقلب در اختیار کمیسیون انتخابات قرار می دهند. گلا جان بدی سیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، ضمن رد ادعای جهل و تقلب در نصب استیکر در شناسنامه ها گفت که از دیتابیس اداره ثبت احوال نفوس برای جلوگیری از تقلب استفاده می کنند. پیرامون این موضوع بحث داریم با آقای سید عبدالمقدم امین، استاد دانشگاه. سپاسگزارم از شما آقای امین. ثبت تذکره ها در مرکز ثبت احوال نفوس، شامل سازی یا دیتابیس و استفاده این کار از سوی کمیسیون انتخابات میتونه جلوی تقلب بگیره؟ بار سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون. خب ما اگر بحث حقوقی بسازیم، ما چیزی سندی ما در افغانستان نداریم که بتونه به عنوان سند مادر متضمن سلامت انتخابات و یا موارد دیگر باشه. موقفی که احزاب دارن و موقفی که کمیسیون مستقل انتخابات داره و در مجموع نهادهای دولتی و اداره ثبت احوال نفوس، من فکر کنم اینا تلاش کنن که یک زبان مشترک و یک تفاهم داشته باشن. خب این زبان مشترک تو این حال که با وجود نیامده، احزاب پافشاری میکنه که طرح انتخاباتی احزاب پذیرفته شده، کمیسیون میگه ناوخت است، حکومت هم رد میکنه. من فکر میکنم احزاب وقت انتقادشان زیاد گذشته است. یعنی احزاب میگن که 8 ماه پیش، حتی بیشتر از این، 8 ماه پیش ببینید، سال پیش طرح بایومتریک سازی انتخابات داده بودند اما حکومت نپذیرفت. امسال سال 8 وکلایی که یک دوره گذشته است، سال 8 است، یعنی تقریبا 3 سال اینا اضافه از وقتی که قانون برشان تعیین کرده زمانشان گذشته است. اگر احزاب سیاسی واقعا مردمی حرکت میکردن، تلاش هاشان مربوط به مردم میبود، فعالیت های سیاسیشان با افکار عام هماهنگ میبود، اینها از ابتدا جلب تقلب و جلب کارهای غیر قانونی را باید میگرفتن. حتی ببینید احزاب و جمعی سیاسی میگن این پیشنهاد، نه اینها همه شرکت های سیاسی است که هم اگر بعضی تقلب ها. 1000 اگر شما ایر بایومتریک بسازین، تقلب است. تقلب در سیستم های جهانی بسیار پیشرفته وجود داره. افغانستان در موقعیتی نیست که جلوی تقلب گرفته بتونه، ولی حداقل اما پافشاری میشه. کارشناسا میگن که استفاده از، من فکر کنم اگر بحث کوتاه‌تر بسازیم، شرایط 3 سال از چیزی از نماینده های شورای ملی وقتشان هم گذشته، وضع امنیتی هم به حدی خراب است که امروز وجب خاک افغانستان زیر تهدید امنیتی است. احزاب هم تلاش کنه یک راههایی که معقول است، راههایی که بتونه حداقل در این مدت زمان کمی مانده برای برگزاری انتخابات تمام این ظرفیت هاشان از صرف امنیت بسازن، باور بدم به مردم آگاه بسازن که مردم وقتی که به پای صندوق های رای می روند تقلب نکنن، یعنی برای آگاهی دهی مردم تلاش بکنن بهتر است. چی داره ثبت احوال نفوس؟ امین، در این گیرودار، در این منازعه میان احزاب و جریان های سیاسی و کمیسیون انتخابات و حکومت، که یک طرف احزاب سیاسی است، طرف دیگه هم کمیسیون انتخابات و حکومت، کی حق به جانب است واقعا؟ اگر ما بحث یک بجانبی را مطرح کنیم، هر 3 نهاد یک بجانب نیستند. هر یک کدام از این در جایگاه خودش نتونستند که به مردم باور ایجاد کنند، اعتماد ایجاد کنند، فاصله که میان مردم و نظام هست از بین ببرند. حتی کمیسیون مستقل انتخابات هم باید به مردم اعتماد سازی میکرد که مردم اینا را باور میداشت
و اینا مردم را باور می داشتن. احزاب سیاسی هم پول ارتباطی میان مردم و دولت است. که میسون اگر ما اگر ما جلوی تقلب می گیریم، انتخابات شفاف برگزار می کنیم از این مد... نه اگر ما تلاش کنیم، اگر ما موقف من طوری باشه که کمیسیون مستقل انتخابات به حال خودش بگذاریم، این هم نمیتونه یک راه حل باشه. من به این نظر هستم که دولت، کمیسیون مستقل انتخابات، جامعه مدنی، مطبوعات، احزاب سیاسی، جریان های تاثیرگذار، افراد با نفوذ، همه از اینا باید تلاش صورت بگیره از هر طریقی که میشه، یا دولتی میکانیزم های را شکل بده که همه این مردم یک زبان تفاهم پیدا کنند. وقت بسیار کم مونده. تا این حال که این زبان تفاهم ایجاد نشد، پس از این در این ما به نظر هستم که ولو به تقلب هم بوده باشه، انتخابات برگزار باشه، به خیر مردم است، به خیر جامعه است، حداقل ما یک گام حقوقی برداشتیم. نگران نیست که اگر وضعیت این گونه پیش بره، تبعات انتخابات به گونه است که افراد رو نمیپذیره، بحران ایجاد میشه، شبیه بحران 2014 یا بدتر از او، و دولت نمیتونه، حکومت نمیتونه جلوی این بحران بگیره. طرح احزاب هم طرح معقولی نیست در حال در این فاصله کمی که مونده. حالا قبلا هم بوده یا نشده، برای فعلا یک تاریخ معین برای برگزاری انتخابات مشخص شده. مردم رفته تذکیره گرفته، بالاخره رئیس تکر زده، بالاخره امنیت خودشان به خطر مواجه ساختن. آنچه که احزاب پافشاری میکنه و مردم افغانستان میخواهند شفافیت در انتخابات است. نگرانی میشه که با آنچه که انجام شده به طور کلی انتخابات پر تقلب خواهیم داشت. نه، احزاب ببینه سه راه وجود داره که تقلب یک مقدار دقل میزانش بیا پایین تر. بخواهیم نخواهیم الان کسایی که امکانات پولی دارن، کسایی که در گروه های مافیا هستن، کسایی که در دولت شریک هستند، کسایی که با استخبارات منطقه به اصطلاح به نوعی رابطه دارند، همه از اینا برای فعلا کاندید هستند. این کسایی که یک عالم جرم جنایتی را مرتکب شدند. خب با یعنی با این صورت وقتی اینا بر پارلمان راه بیافتند، پارلمان بعد بخوای نخوای هدف ما طرحی از احزاب سیاسی هم طرحی معقولی نیست. اگر طرح معقول باشه خب همه میپذیرن، ولی بایومتریک سازی، اگر بایومتریک سازی برای فعلا کار درستی نیست. ما به نظر هست اگر قبلا کار میشد کار درستی، ببینید آه قبلا ببینید شما در یک گرفتن شناسنامه الکترونیکی که به عنوان یک سند مادر است نتونستین را ملی بسازید، یعنی شما قطعا قادر نخواهیم بود که همه چیز بایومتریک بسازید. بعد ببینید این سیستم های جهانی، سیستم های مدرن است، بایومتریک به اصطلاح یک تکنولوژی جدید است که وارد افغانستان شده. پشت سر این تکنولوژی هم اینمی افراد قرار داره، همین کسایی که بایومتریک میکنن. هدف ما که تا زمانی که شما باور ایجاد نکنین، اعتماد سازی نکنین، من متیقین هستم که نه طرح عذاب میتونه تقلب میزانش پایین بیاره و نه حتی کارهایی که کمیسیون مستقل انتخابات داره و وضعیتی را که دولت مساعد ساخته است. یعنی راهی کوتاه‌ترین راهی که میتونه حداقل ما را ببره به صندوق‌های رای، به صندوق‌های رای سه را وجود داره. یک، اعتماد سازی در میان اینمی شبکه‌ها یا اداراتی که در تقابل قرار دارن. اعتماد سازی چگونه؟ اعتماد سازی که راه وجود داره که انتخابات بله. تقلب نشوند. ما فکر میکنیم که همین تاریخی مشخصی که برای انتخابات مشخص شده، تاریخ تعیین شده، این بر همه طرف ها یک خط قرمز باشه که در همین تاریخ باید مردم بره با پای صندوق های رای و رای خدای ما. اون نگرانی از تقلب است. اینکه خب تقلب بحث تقلب باز ما خدمتتون عرض کردم که شما به هر نوعی که نظارت داشته باشین تقلب صورت میگیره. خب. در انتخابات ریاست جمهوری تقلب یک طرفه هم نبود، در او زمان هم تقلب دو طرفه بود. این عام مردم به تقلب دست داشت. اما هر چی که بوده خب سلامت انتخابات از بین برده، به میزان بلند تقلب میشه و آرای مردم حساب نمیشه. شما ببینید وضع کشور، ببینید شما یک وجب خاک افغانستان امنیت ندارین، در یک وجب خاک افغانستان امنیت وجود نداره. ما به این نظر بودیم که احزاب یک طرح امنیتی بعد اولی را کنن که چگونه ما امنیت کابل را بگیریم، چگونه امنیت راه ها را بگیریم، چگونه مشکلی مردم را حل بکنیم، چگونه مردم را به اصطلاح به یک لقمنان برسانیم، دستش را مشکلاتش حل کنیم. یعنی ما اعضاب هم طرحی نداشتن که بتونن مشکلات مردم را حل بکنن، حکومت هم ناکام بکنن. حکومت هم ناکام بودن. من قبلا هم خدمتتون عرض کردم که من یک شهروند اگر بخوایم این قضایا را دنبال کنیم، همین ملت نه از وکلا خاطره خوشی دارن، نه از دولت دارن، نه از احزاب سیاسی دارن و حتی نه از جامعه مدنی. من یک بار دیگه میخوام بگم که نگرانی اصلی امروز در مورد انتخابات از چگونه برگزار شدن انتخابات است.
ادعایی است که امین اکنون تخلف شده در توزیع شناسنامه ها و نصب استیکر و ممکن ما تخلف انتخابات داشته باشیم که سرشار از تخلف باشه و گروه ها رو نپذیره، افراد رو نپذیره و ما دچار بحران شویم. بازم این عرض میشه پس دوباره تکرار شود. ما خدمتتون عرض کنم که زمان انتخابات بسیار کم مانده. اخه موقعیت ما وقتی هم شما نداریم که بیایم دنبال سیستم های جدید بگردیم که زمان بره. راه حلی که بتونیم ما از تخلف راه حل کنیم یا نسبتا شفاف شما اجازه بدین سه مورد وجود داره. یک، باور ایجاد کردن در میان همین اداره هایی که در برابری هم قرار دارن. یک باور تا این حال ایجاد نشه، پس از ایجاد میشه ایجاد میشه یعنی... بله بله ایجاد میشه. دوم خب. یعنی میتونه اعضا بله میتونه اعضا و نهادهای مدنی جز این پروسه قرار بگیرن، بتونن مستقیما نظارت کنن. ایجاد میشه با اون چیزی که جریان داره. بله بله تفاهم در آخرین تحلیل اگر ما افغان ها نتونستیم به یک نتیجه برسیم، بلا کشورهای منطقه و کشورهایی که حمایت میکنن پروسه انتخابات شما نشانه از پیشرفت میبینین که اجماعی به وجود بیاید؟ اگر اجماعی به وجود نیاید ببینین خطر بسیار جدی. خب کار در این راستا شما شاهد هستیم؟ بله. اجماعی شکل بگیره چه کاری مثلا تجربه نشان داده است که ما اگر به نتیجه نرسیدیم گروه های فشار به صورت بسیار گسترده از بیرون بالای ما تاثیر خود دارد. آقا من سوال ببینید وضعیت پاسخ میخوام بگیرم و سوال میست که شما میگین تفاهم ایجاد شود برای اینکه انتخابات خوب برگزار شود، برای اینکه بحران نبیاید، این تفاهم چگونه ایجاد میشه؟ کار در این راستا شما شاهد هستین؟ نشانه ای که نشان از شکل گیری تفاهم بله. باشه؟ ببینین هر مشکلی پشت سرش یک راه حلی وجود داره. فعلا خود کمیسیون مستقل انتخابات و برنامه و طرح و برنامه‌ای که خودش داره پایبند است، به هیچ صورت طرح احزاب نمیپذیره. در مقابلش احزاب هم بالاخره یک رای را گرفته که ممکن نیست. در آخرین تحلیل وضعیت بحرانی است. قضای افغانستان تنها مربوط به افغانستان نیست، کشورهای منطقه، کشورهای جهان حمایت میکنن پروسه انتخابات و وضعیت کنون را به نوعی مدیریت میکنن. بالاخره یک راه حلی که بتونه هم احزاب قناعت بده، هم دولت قناعت بده و هم کمیسیون مستقل انتخابات، این نمونه ها را ما در بسیاری از کشورهای دنیا داریم. راه حل در آخرین تحلیل اگر قضیه وسیع شد به طرف بحران رفت، شورای امنیت میتونه طرحش ارائه بکنه نزدیکتر ایالات متحده آمریکا که بار در مشکلات هایی که ما به سطح بسیار بالایی به وجود آمده رای حل از او طریق پیدا شد. اینه شاید در داخل کشور ما به نتیجه نرسیم در آخرین تحلیل واقعیت هم مثل به اعتمادی انتخابات 2014 به اعتمادی به حدش رسیده. فیصله میکنن؟ یعنی فیصله نیست، بالاخره یک رای حل. این بحث فیصله نیست، این حق مطرح نیست. این یک چون زمان انتخابات از وقتی که ما میگیم کمیسیون مستقل انتخابات، او برنامه خود مطابق طرز عمل انتخابات پیش میبره. احزاب سیاسی بعد در امو ابتدایی که کمیسیون شکل گرفته بود بحثی سند، بحثی تذکره الکترونیک مطرح میکرد و بعضی چگونگی رفتن با پای صندوق های رای، باور ایجاد کردن برای مردم، اعتمادی که از دست رفته است. این کاری احزاب سیاسی بود. احزاب سیاسی هم شما ببینید که فعالیت های سیاسی، اگر ما بس ببریم به طرف کارهای سیاسی، فعالیت های سیاسی ریشه در باورهای مردم نداره. بینن احزاب سیاسی احزاب مردمی زیادتر نیستن. یعنی بحث ما تخریبی احزاب نیست. همین قسمی که دولت افغانستان متکی به باورهای مردم، متکی به افکار عمومی نیست، در نظامهای دموکراتیک و چیزها یک اصل است. احزاب سیاسی هم این مشکلات داره. بینن از همین احزاب سیاسی و از همین دولت بلاخن همین کمیسیون مستقل انتخابات است. و اگر ما نتونیم که حدی اقل انتخابات برگزار کنیم، باید بپذیریم که ما در تمام عصه های امنیتی، اقتصادی و عرضه خدمات به مشکل مواجه میشیم. شما میگین که احزابی که وجود داره احزاب مردمی نیست. این گروه هایی که از احزاب حمایت میکنن اینا مگر مردم نیست؟ ببینید اگر ما احزاب بر مبنای معیارهایی که امروز مطرح است مطالعه کنیم، مطابق با مو اصولنامه و مرامنامه‌ای که احزاب دارن، هیچ نوع فعالیتی را ما در درون مردم از احزاب نمیبینیم. یعنی هنوز اونمو سیستم بومی اینو حرکت میکنه. ببینین همه چیز در احزاب بس همش حرف نیست، همه مکاتبات خب رسمی است. مطابق شرایط افغانستان است، مطابق قضا و احوال. اگر احزاب ما به این نظر است، ما جز یک حزب هستیم، ما خودمونم در احزاب سیاسی هستیم، ولی باید بپذیریم که احزاب سیاسی اگر وظیفه‌ش انجام میداد، بحران به حدی
ما با این بحران مواجه خب نمیشیم. اعضای سیاسی میگن که ما طرح قبلا ارائه کردیم طرح ولی مهم نیست. حکومت ما ببینید حکومت الان طرح امنیتی که مهم است، از طرح انتخابات کرده طرح امنیتی مهم است. خب ببینید نهاد قانونگذاری تقلب است. آقای امین شما میگن هر نحوی شده حالا اگر تقلب میشه انتخابات برگزار شد کلا ما اینا به خیر مردم میدونم. خب در حال که از روی تقلب میان به عنوان نماینده مردم اینا شما در هر صورتی که کار کردین از روی تقلب می کشور در وضعیتی است که اگر طرح عذابم پذیرفته شوه بینن بازم تقلب به شکل تکنیکی تر میشه. شما دیدین در رد میکنن اونایی که طرح پیشنهاد در نمیتونن رد کنن. شما ببینید در انتخابات گذشته، در دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری ما شما شاهدش بودیم. ما قبلا هم خدمتتون گفتیم که ما شاید دکتر عبدالله را ما یعنی نظری مثبت دربارش نداشته باشیم، ولی واقعا رئیس جمهور بود، واقعا رأی برده بود، حق مسلمش بود که باید دیگرها قبول میکردن. خب این کجای کار کرد؟ قدرت گرفت با یک کسی دیگه داد همه انتخابات و بعضی تقلب در جدا، تقلب در جای خودش. این کی تقلب که این سازماندی هایی بود که این سیستم های جهانی است که نتیجه داده در کشورهای جهانی سه مورد در افغانستان پیاده کردند. در اختلاف در انتخابات ریاست جمهوری، در انتخاباتی که پیش رو داریم، باز هم این سیستم های جهانی اینجا به نوعی دخالت میکنن. این بحثی نیست که عذاب سیاسی بیایه این را سمت سو بده، بحثی نیست که تا حکومت افغانستان را سمت سو بده یا کمیسیون مستقل انتخابات. شما ببینید حرکت های دولت خودش چالش زاست. مثلا کسایی که حذف شدن از امی کمیسیون شکایات انتخاباتی، اینا قبلا دوسیه داشتن، امی شکایت هم مردم داشتن، هر کدام دید امنیت ملی در جاهای ادارات عدلی و قضایی دوسیه داشتن. این نیازی نبود که اینا بیاین تذکیرات جمع کنن، بالاخره ثبت نام کنن تا در این موقع اساس رسیده اینها را سلب اعتماد بسازن. ببینیم ما خودمون چالشیم. باید درسی را که احزاب سیاسی از دولت میگرفت باید از ابتدا کارش سیستماتیک شروع میکرد. ائتلاف های قانونمند شکل میگرفت، یک طرح مناسب اقتصادی، طرح مناسب اجتماعی، طرح امنیتی، طرح انتخابات از ابتدا احزاب سیاسی میداد و دنبال میکرد. جامعه جهانی هم با خود شریک میساد. این کارا را در ابتدا انجام نداد. الان در این روزهای کمی که مانده شما از یک تفاهم صحبت میکنن برای برگزاری انتخابات، اما ما میبینیم که امروز نمایندگی خیلی بیشتر است. احزاب نمیپذیرن آنچه که انجام شده در مورد انتخابات و حتی میگن که ما مانع میشیم و میبندیم دفاتر کمیسیون انتخابات. او طرف کمیسیون انتخاباتی هم که کمیسیون مستقل انتخابات هم که طرح احزاب نمیپذیره، حکومت هم که نمیپذیره. خب در این میان چی پیش میآید؟ تا انتخابات ما چی وضعی خواهیم داشت اگر انتخابات با این شرایط برگزار شود؟ خب چی پیش اولا ببینید که فضای امنیتی و اقتصادی افغانستان در اختیار افغان ها نیست. احزاب با چی دستاورده میتونن بیان پیرامونی ما در مورد انتخابات منظورم است ببینید هم به همین جا برمیگرده. جریان داره انتخابات چگونه برگزار میشه؟ انتخابات در آخرین تحلیل چی تقلب چی غیر تقلب برگزار میگرده، این باید به عنوان یک واقعیت بپذیرید. خب این که در آخرین تحلیل که در نتیجه تقلب برگزار شوه با تقلب برگزار شوه و اون وایی که از آدرس تقلب به پارلمان شما نهادی که داریم به نام کمیسیون مستقل انتخابات، اگر با وجودی که همه انتقادها متوجه شد، در این حدی نیست که بیای یک سره همه را بیا به تقلب بداره. من متیقن هستم که اینا افرادای آگاهی هم در اینجا هستند، دلسوزی هم هستند. نگرانی است که بحران های شبیه انتخابات 1388 تکرار نشه، آنچه که در غزنی ما شاهد بودیم. نگرانی است که کلانتر از این و خیلی فراگیرتر و گسترده‌تر از این بحران اگر میشه. اگر احزاب طرحی که جدیدن برای انتخابات یا بایومتریک ساختن سندها دارن، اگر این طرح در پلوش طرح امنیتی را میدادن، طرح اعتماد سازی را میدادن، این مکانیزم ها را در سطوح مختلف با تعریف میکردن، نه در یک بخش. ببینید ما امنیت مهمتر از سندهایی که چی تقلب چی غیر تقلب است. شما اگر بایومتریک بسازینم، وقتی که روز امنیت نباشه، شما در ولایت های ناامن، حتی در خود شهر کابل، در تمام کاراتون هم سیستماتیک مطابق بایومتریک بوده باشه، سنداتون میتونید تقلب کنید، یعنی خیلی به راحتی میتونید تقلب کنید. ما به نظر من است که بحث تقلب بگذاریم کنار، همه ما باید یک تفاهم ایجاد شوه، ما برای سلامت انتخابات تلاش بکنیم.
ولی یک راهی که کوتاه و یک راهی نسبتا معقول. اگر بخوایم که شما از تقلب ایجاد صورت نگیره، تقلب صورت میگیره. راه حل ایجاد تفاهم میگین. این تفاهم که تا این حال ایجاد نشده، برعکس شکاف ها بین گروه ها اگر نشه، ایجاد شده. اگر نشه درست است، انتخابات برگزار نمیشه. چگونه برگزار؟ ببینید چگونه ایجاد میشه این تفاهم؟ خودی عذاب درک میکنه. اگر انتخابات برگزار نگر نشه، پروسه میره به بحران، سبوتاژ میشه، کشورهای مغریز مداخله میکنن، ما باز دوباره به جان هم میافتیم. این سبب این برای خیری در احزاب هم شخصیت های خوشنام، شخصیت های آگاه، چیز فهمی وجود داره. اینا هم فکر نکنیم که کشور بار دیگر ببرن به طرف بحران. ما میبینیم که وقتی صداهایی که بر از صداهایی که شنیده میشه از این تظاهرات برمیگرده به دهه 70 و به دهه 80 و به دهه 90، شما تحلیلتون نیست اینا با مشکل برمیخوره. به هر نحوی باید انتخابات ما به این نظر هستم که هست برگزار شود. اگر انتخابات در 3 سال قبل هم با همه مشکلاتی که دولت داشت، با هر گزینه ای که میتونست انتخابات برگزار کنه، انتخابات به نفع کشور بود و الان هم یک گام مثبت است که دولت هم تلاش کنه، احزاب سیاسی هم تلاش کنه، جامعه مدنی در مجموع کشورهایی که زی دخل هستند برای سلامت انتخابات و برای رفتن به پای صندوق های رای اعتماد سازی کنند در میان احزاب و در میان گروه هایی که در برابر هم قرار دارن و در میان مردم نظارت اینا میکانیزم هایی را شکل بدن که بتونن نظارت کنن از پروسه انتخابات. این کوتاه‌ترین راهی است که میتونه حداقل مشکلی هم. از نامنی بله تمامی بله در, یک در وجود بله. این وضعیت چگونه نظارت صورت بگیره؟ ببینید اگر احزاب واقعا دلسوزانه عمل بکنن، این گروه های مثلا اکثریتش به احزاب به نوعی ارتباط دارن، برای جامعه مدنی، برای شخصیت های سیاسی، طالبان اگر احزاب هماهنگ بوده باشه، یک بدنه طالب هم با دولت، با احزاب، با جامعه مدنی به نوعی میتونه سازش داشته باشن. ببینید کشور یک رقم وضعیت کشور طوری است که تداخل منافع وجود دارد، تضاد منافع وجود دارد، گاه گاه منافع های مشترک وجود دارد. این کشور جنگ ملی نیست، طرح ملی نیست، طرح صلح طرح ملی نیست، مقاومت در برابر این جنگ مقاومت ملی نیست. بناهن این حرکت های زیگزاگ مانون و بالاخره بافت های اقتصادی منافی میتونه که بالاخره تا به سلامت انتخابات، تا به پیشرفت انتخابات، به اعتماد سازی کمک کنه. اگر شما به این نظر بوده باشین که اگر بخواین که طرح احزاب مستقیما پیاده شوه یا حکومت فشار بیاره یا کمیسیون مستقل انتخابات هم خودش مستقلانه عمل کنه، من فکر کردم که نه طرح احزاب میتونه راه گشا باشه و نه استقلالیت کمیسیون میتونه که یک انتخابات شفاف برگزار کنه و نه حکومت قادر به تامین امنیت در کشور است. همه این ادارات در چالش های را پیش روی خودشان دارند. وضعیت برای برگزاری انتخابات چگونه میبینید؟ بله میگن تفاهم نیست، تفاهم ایجاد شود. بله تفاهم ایجاد شود، تمام ظرفیت ها صرف امنیت شود. این امنیت از هر طریقی که میشه، شوه های مختلف داره، سکتور های امنیتی بیشتر از لحاظ استخباراتی و از لحاظ چیزهای اپراتیفی خوبتر میتونن در اینجا ممید واقع شوند، از کشورهای منطقه کمک بگیرن. راه های برون رفت زمانی که سه نهادی که در برابر هم قرار دارن اگر تفاهم ایجاد شود، من منطقی هستم که 50% امنیت انتخابات هم گرفته میشه. اگر خدای نخواسته احزاب جدا حرکت کنه، دولت جدا حرکت کنه، کمیسیون مستقل هم با همین شعار که من استقلال دارم اگر دنبال کارهای خودش بگرده، انتخابات هم به بیراه هم میره، وضعیت به بحران میره. من فکر کنم که نه احزاب میتونه خوابی آرام داشته باشه و نه دولت افغانستان و نه کمیسیون مستقل انتخابات. تشکر میکنم شما آقای عبدالمقدم امین، استاد دانشگاه و تحلیل سیاسی، و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز. بخش دوی برنامه را تا لحظات بعد با ما همراه باشید. سلام دوباره. بیننده آخر خط به گونه زنده از تلویزیون نور هستید. در حالی که احزاب و جریان های سیاسی از پذیرفته شدن خواست هایشان هشدار می دهند و می گویند با راه اندازی راهپیمایی های مدنی و اعتراضات مدنی حکومت و کمیسیون را به پذیرفته شدن طرح انتخاباتیشان مجبور می کنند، کمیسیون اما در پاسخ می گوید که وقت کافی برای به کارگیری طرح انتخاباتی احزاب وجود ندارد. در میان ادعاهای گسترده از تقلب در توزیع شناسنامه ها و نصب استیکر، اداره ثبت احوال نفوس امروز
طی یک نشست خبری گفت که به هدف جلوگیری از جعل کتاب‌های ثبت شناسنامه‌ها را ثبت پایگاه اطلاعاتی این نهاد می‌کند. رئیس اداره ثبت احوال نفوذ گفت که تذکره‌های توزیع شده را شامل دیتابیس کرده و آن را برای جلوگیری از تقلب در اختیار کمیسیون انتخابات قرار می‌دهند. گلاجان بدی سیاد رئیس کمیسیون مسخر انتخابات ضمن رد ادعای جعل و تقلب در نصب استیکر در شناسنامه ها گفت که از دیتابیس اداره ثبت احوال نفوذ برای جلوگیری از تقلب استفاده میکنند. پیرامون این موضوع بحث داریم با آقایان محمد کبیر ضمیر فعال جامعه مدنی و دکتر سید نصرت الله قبادی استاد دانشگاه. سپاسگزارم از تشریفاتتون. آقای ضمیر، استفاده از مرکز اطلاعاتی اداره ثبت احوال نفوذ و ثبت اینا توسط این اداره میتونه جلوی تقلب بگیره؟ بسم الله الرحمن الرحیم و سلام به شما مکارم بینندگان تلویزیون. دقیقا امروز تکنولوژی و فناوری این امکانات به دست میده که هرگاه ما بخواییم به زمان محدود به زمان کم کتابایی را از اداره ثبت احوال نفوذ گرفته و به پایگاه اطلاعاتی کمیسیون انتخابات ثبت کرده و این یک اهتمام بسیار خوبی برای جلوگیری است. با استفاده از این کمیسیون سر بده و دقیقاً اهتمام لازم برای جلوگیری از تقلب و سلامت انتخابات کار بسیار خوبی با جای است و این چیز ممکن است، این کار ممکن است. فکر میکنین زمان کافی وجود داشته باشه تا این کار و کمیسیون هم زمان کافی داشته باشه برای استفاده از آنچه که اداره ثبت احوال نفوذ به اون میده؟ دقیقاً اداره ثبت احوال نفوذ البته مقایسه اینها با آنچه که البته این معلومات و ایداتایی را که شامل دیتا سنتر خود کردن اینا همگی به شکل الکترونیکی هستند که به شکل ساده میشه از یک بخش به بخش دیگه انتقال شد و از استفاده برد. اراده نهادها را چگونه میبینی؟ واقعا این کار میشه؟ کمیسیون انتخابات اراده ای را داره که برای سلامت انتخابات اقدام بکنه و از آنچه که اداره ثبت احوال نفوذ داده و به قول شما میتونه جلوی تقلب بگیره استفاده بکنه؟ ظاهر قضیه هم چنین است. تمام نهادها آماده ازی هستن که به سلامت انتخابات بکوشن و عمل کنن و انشالله که کار میشه. خب احزاب که ظاهرا به خواستاشان پافشاری دارن و میگن هر طوری شده باید طرح احزاب بایومتریک سازی انتخابات عملی شود ورنه تقلب میشه. خب این یک ذره به توضیح بیشتر نیاز داره. از نظر ماهیت و از نظر درون مایه طرح خوبی است، به جای است، میتونه به سلامت انتخابات بسیار کمک کنه، ولی از نظر زمانی طرح بایومتریک مشکلات زیاد را به هم داره. نه از لحاظ سیاسی اقتصادی، نه این زمان کم است. دقیقاً احزاب اصرار دارن که ما قبلا زمستان سال پیش طرح داده بودیم برای حکومت، اما حکومت عملی نکرد و چند پیش هم که دو هفته پیش هم یک نهاد آلمانی حاضر شده بود تا دو ماه تا برگزاری انتخابات این سیستم عملی بکنه. البته تحلیل وضعیت برمیگرده به مردم افغانستان و به شرایط سیاسی روز، ای که نهادهای دیگه چی ادام میکنن و برمیگرده بر خودشان که با چی تحلیل دارن، چی از وضعیت ما و چی برداشت دارن. اگرگاه احزاب سیاسی ایره سال قبل یا سال پار بایه خب ایره میگن پیشنهاد کرده بودن، اما حکومت نپذیرفت. الا ماشاءالله، الا ماشاءالله. چرا آنچی که میتونست، طرحهایی که میتونست جلوی تقلب بگیره از سوی حکومت افغانستان و کمیسیون انتخاباتی عملی نشد؟ چالش های بیشتر از سال های قبل وجود داره که حکومت در راستای انتخابات، در اصلاح کمیسیون های انتخابات و چیزایی که وعده اصلاح نظام انتخاباتی و سیستم انتخاباتی که در توافق سیاسی حکومت وعده میدیم آمده بود. اگر مطابق عمل میشد ممکن ما یکی از پرسش های است که اراکین بلند رتبه دولت افغانستان باید به پاسخ بگن که چرا از نظر شما چرا نشد این کارها؟ اصلاحات انتخاباتی که میتونست شفافیت انتخابات را تضمین بکنه نیامد. دقیقاً ممکن در این پرسش جوابای وجود داشته باشه که برمیگرده به مقامات اراکین دولت افغانستان که به این پاسخ بگن. نه تنها موضوع انتخابات، بس موارد دیگه هم وعده داده شده بود که در اولویت کارشان بود و باید عملی میشد. سپاسگزارم از شما. آقای قبادی، نگرانی از تقلب میره در انتخابات، احزاب هم بر خواسته هایشان پافشاری میکنن که بایومتریک سازی انتخابات باشه، او کمیسیون رد میکنه و اداره ثبت احوال نفوذ هم از ثبت شناسنامه ها در مرکز اطلاعاتی این نهاد خبر میده که میتونه کمیسیون انتخابات از این اطلاعات استفاده بکنه و مقایسه بکنه و
و سر بته شناسنامه های استیکر خورده را با آنچه که ثبت احوال نفوس میده میتونه این راه حل ها راهگشا باشه چه پیش میاد اصلا گیرودار؟ به نام خدا سلام عرض میکنیم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه تلویزیون نور و همکار عزیز ما. ببینین اساسا ما باید ببینیم که خواست ما از انتخابات چی است. برگزاری انتخابات در نظام‌های دموکراتیک و نظام‌هایی که مبناش بر روند مردم سالاری باشه صرفاً به عنوان یک هدف نیست که صرفاً به عنوان سوری یا مستقیم یا غیر مستقیم برگزار بشه، بلکه بازتاب یا آینه ای است از اراده مردم که در شکل ساختار سیاسی تجلی پیدا میکنه و به هر اندازه‌ای که برنامه ریزی در قسمت شفاف بودن انتخابات، در قسمت عادلانه برگزار کردن انتخابات صورت بگیره، به همو اندازه خود ساختار نظام، ثبات سیاسی و اراده مردم در شکل حکومت تحکیم پیدا میکنه. و متاسفانه مثل تمام پدیده های دیگه در افغانستان شکل کج یا شکل وارونه از انتخابات برای مردم افغانستان تفهیم شده که بنیاد زیر ما در انتخابات های قبلی هم میتونیم ببینیم. یعنی شما وقتی روند انتخابات در افغانستان بعد از سقوط نظام طالبان وقتی مطالعه میکنین میبینین که بیشتر اینجا مصلحت ها در نظر گرفته شده و مصلحت ها به گونه ای است که یک تبار یک جنار اونا من حیث رهبری ساختار کلی نظام قرار داده و دیگرها را از دور ساخته و در بیشتر مواقع هم یعنی این جناها رو در روی یک دیگه قرار میگیرن و خود از این تقسیم بندی بر مبنای مصلحت ها باعث دوامدار شدن بحران ها در افغانستان شده و متاسفانه خود نظام بین الملل هم در این راستا مهر تایید گذاشته. اما قسمی که ما در کنفرانس بن شاهدش بودیم که یک دموکراسی ویژه افغانستان، یک ساختاری که در افغانستان یافت شد. بله خب ببینید این دموکراسی اگر ارزش است، این یک بخش بحث است. اگر این روش فکر بکنن خب این روش میتونه مختص به جوامع باشه که او جوامع یا دارای نظام های اسلامی است یا نظام های اعتقادی دیگر. اما در افغانستان حتی خود دموکراسی یک دموکراسی وارونه اینجا جلوه داده شده و بیشتر خود مردم آله هم از ساختار نظام نسبت به ساختار نظام بی‌باور هستن و هم نسبت به روند گزینش که در ساختار نظام شکل میگیره و این بی‌باوری نسبت به برنامه های دولت، نسبت به حضور جامعه جهانی در افغانستان باعث شده تا این مباحثی که در رابطه با انتخابات صورت میگیره، در رابطه با شکل حکومت افغانستان میگیره یک بحران دائمی وجود داشته باشه. برای که اعتماد مردم دوباره بر بگرده به انتخابات و آرا و رأی مردم انعکاس بیافته در پی انتخابات و نتیجه انتخابات چی کار شود؟ انتخابات پیشی رو و انتخابات آینده چه مهم است برای مردم افغانستان و کار در این راستا چه مهم است برای مردم افغانستان و اگر اینا خوب برگزار نشه چه پیش میآید؟ ببینید یک بخش مهم قضای افغانستان برمیگرده به اینکه ما با تحولات یا اخبار سوخته مواجه هستیم. یعنی او تصمیماتی را که در رابطه با تحولات سیاسی افغانستان اتخاذ میشه حتی ما به این باور هستیم که خود نظام از او به دور هستن. یعنی در افغانستان بیشتر خواسته های و قدرت هایی که در افغانستان در پروسه جنگ و صلح شامل هستند بیشتر دخیل است تا خواست و اراده مردم افغانستان و فعلا هم این بحث انتخابات بیشتر از این که یک روندی باشه برای حل بحران های موجود در افغانستان بیشتر مبناهای پروژه هایی را دامن میزنه که اینا بر بگرده به اینکه چطور میتونن افغانستان رو ببرن به سمت بحران های دوامدار. حالا شما ببینین درست است که این ساختار نظام انتخاباتی را به عنوان صرفا مکانیزم میشه تغییر دادن، اما خواسته اصلی ره که احزاب مطرح کردن اگر مطالعه صورت بگیره خواسته واقع بینانه است، اما وقت و زمانی هم وجود داشته. شما ببینین چند سال شده که بحث پارلمان افغانستان به تعویق افتاده صرفا به دلیل نبود یک مکانیزم درست در روند انتخابات. خب وقت وجود داشته چرا حکومت و نهادهای زیرآب کمیسیون انتخابات به او عمل نکرده؟ من در ابتدا هم عرض کردم ببینید شما وقتی بحث سیاست و قدرت در افغانستان مطالعه میکنید مستقیما برمیگرده به هژمونی قدرت‌های جهانی در افغانستان
چرا فعلا بحث خود تغییر نظام اینجا تحقق پیدا نکرد؟ چرا بحث انتخابات داره که بیشتر جناهای مخالف رسمی نظام یا جناهایی که در اپوزیسیون نظام قرار دارن اینا را به حساب دست رد به سینهشون میزنه؟ خب بیشتر اینجا بحث به حساب تئوری ها یا قدرت هایی است که در پشت صحنه تبلیغات افغانستان اینا به حساب مواجه هستن با هم دیگه، یک بحث خود نظام. اما می کار که آوردن اصلاحات انتخاباتی، آوردن اصلاحات در مجموع در دولت افغانستان وظیفه نهادهای مثل حکومت و قوه مقننه و اون چیزاست. وقتی سیاست ها در یک جغرافیای سیاسی بر مبنای تبار و قوم باشه، یعنی بعضی در حالات مختلف نظر به شرایط زمانی و مکانی اینا تعریف میکنن بحرانه، و بعضی وقتا یا در اکثر شرایطی که بشمه یا بحران فرصت است یا بحران تهدید است. فعلا در شرایط فعلی اگر روند انتخابات به اون شکلی که احزاب سیاسی مطرح کردن، خب اینجا جایگاه احزاب سیاسی را در نظام‌های بعدی که قرار است صورت بگیرن اینجا بیشتر موازنه تکنیک کنن. شما میگین خوبادی، شما میگین طرح احزاب طرح خوبی است، طرح معقولان است اگر صورت بگیره. چه وضعیتی داره نسبت به سیستم فعلی سنتیوی رای واحد انتخاب؟ ببینید در این بخش که احزاب مطرح کردن، شما به حساب با رای تکرایی و قابل انتقال مواجه هستن. خب یعنی وقتی یک فردی که ایره بخواد رای بده، او مستقیم برمیگرده به آدرس حزب، و این حزب میتونه نظر و نفوذ خود در متن جامعه که داره بتونه مثلا کرسی رو در پارلمان حفظ بکنه. امدیار ای... آنچه که امدیار. بله. و این سیستم افراد مستقل میتونه کاندید بکنه؟ جان؟ افراد مستقل. خب ببینید وقتی هر فردی که بخواد خود کاندید بکنه، یک سلسله اهداف و آرمان یا همون برنامه رو خود تعریف میکنه، و حتما با یکی از شکلهای از احزاب تعریف میشه. و دو و ای هم اساسا این معیار اصلی نیست که همه افراد باید حزب باشه. در حکومت‌های پارلمانی و حکومت‌هایی که کرسی پارلمان به اساس احزاب تعریف میشه، از تمام جناح، چه از مردم که در به شکل توده باشه، چه از احزاب مطرح، چه از جناح حکومت، اینا تماما سهم داره. اما بیشترین تاکید روی کرسی‌های پارلمان است، و او احزابی که بیشترین نفوذ در بین مردم داشته باشه، اینا کرسی پارلمان مطابق رأیی که برشان انتقال پیدا کردن میتونن اینا رو تقسیم بندی بکنن. این معیار خوبی است، اما ما فکر نمی‌کنیم که این یک حساب یک مورد قبول حکومت مرکزی و حامی های حکومت مرکزی که در سطح بین‌الملل قرار دارن باشن. سپاسگزارم. آقای ضمیر، با کارهایی که انجام شده چه فکر میکنی؟ انتخابات چگونه برگزار میشه؟ نگران نیست که ممکن ما به انتخابات پرتقلب داشته باشیم؟ دقیقا ما نیاز داریم همیشه وقت به عرف جامعه ما، همیشه وقت ما به نیمه خالی بوتل فکر میکنیم. با گذشت تقریبا 8 سال ما انتخابات پارلمانی پیشوری داریم و یک تجربه تلخ دیگه در سال 94، 4 سال پیش. امیدوار هستیم که با اهتماماتی که روی دست گرفته شده و او پویایی و روشنی که در ذهن مردم به وجود آمده، این متفاوتر از انتخابات قبلی باشه. چه چالش های فرارای این انتخابات است؟ آنچه که تهدید میکنه و خطر برای سلامت این انتخابات است چیست؟ بزرگترین چالش و خطر امروز امنیت است. امروز شهرهای افغانستان عملا تحت تهدید است. خب ممکن در روز انتخابات ما چند شهر تحت تسلط دولت نباشه. امروز آمار و ارقام دقیق از ساحات و مناطقی که تحت تسلط دولت است وجود نداره. این پس برمیگرده به حکومت افغانستان، به نظام افغانستان. غیر ناامنی چه چیزهای دیگه‌ای است که میتونه انتخابات آینده را تهدید بکنه؟ موضوعات پرداختن خود کمیسیون انتخابات به مو سلامت روند، لیست ارقام یا لیست ثبت نام کننده ها است که باید تو وجود داشته باشه. و یا در آمار ثبت شده ها تقلب شده، ارگو تقلب هم شده باشه، این فرق نمی کنه. امروز ارگو روز رایدهی به این نظارت دقیق صورت بگیره و مو نگران از نظارت دقیق صحبت میکنه، در حالی که از ناامنیم گله و شکایت داره. در صورتی که ما این همه ناامنی داریم، چگونه نظارت صورت بگیره؟ نظارت سویچ کسایی صورت بگیره؟ ممکن هست نظارت صورت بگیره؟ ممکن است، ممکن است. اما ناامنی که تهدید است، ای گپ هم ممکن است که دولت افغانستان به این بپردازه، نیروهای امنیتی افغانستان به این بپردازه، مشکلات چالش ها را در حد آخرش تقلیل بده که بتونه مردم افغانستان به پای صندوق های رای بره و به تغییر نظام ارگو بخواین دارن. آقای قبادی پیشتر اشارات داشت که خب حکومت هم به گونه عمل میکنه که گویا هم نواست، سیستم هم میتونه بسامان پیش بره و گروه های از این وضعیت سود ببره.
مشکل از این باره قضاوت کردن نیروهای بین المللی در افغانستان وجود داره، سیاسی های دکترین نظامی و اقتصادی وجود داره، میتونن طرحها و بدیلای خوبی برای روز انتخابات و برای تسهیل می روند به وجود بیاید. آقای خوبادی، چه چیزهای انتخابات پیش رو تهدید میکنن؟ ما چگونه انتخابات خواهیم داشت با اینچه که جریان داره؟ ببینید، بحث برگزاری انتخابات با وضعیتی که فعلا در یک حالت نسبی قرار داره بسیار مشکل است. شما امروز وقتی مؤسسه سیگار 40% از به حساب اراضی افغانستان یا ولسوالی افغانستان یا اونا را در اختیار طالبان مطالعه میکنن و یا در جنگ که بین نیروهای دولت و طالبان قرار دارن و بحث خود حضور گروه های مخالفی که در روبروی حکومت قرار داره، بحث خود ساختار نظام انتخاباتی، حالا به هر اندازه‌ای که ابزار تکنولوژی در رابطه با ساختار نظام انتخاباتی تعریف شوه، خب در مقابل بحث‌های دیگه‌ای هم که در رابطه با تقلب باشه هم رشد میکنه. شما شاهد بودین که از ولایات شرقی و بعض ولایت‌های دیگه تذکرهایی را حساب به دست آوردن که با حساب عکس هنرمندای بالیوود و هالیوود استیکر خورده بود و خود اساساً یک بس خود هزینه انتخابات است که این فعلا هم من فکر میکنم از طرف جامعه جهانی به تو به صورت قطعی جواب مثبت داده نشده و او خود ازی بهانه ایرم که خود کمیسیون انتخابات در رابطه با طرح احزاب آوردن، ایرم صرفاً چیزی که گفتن وقت ناکافی و عدم داشتن بودجه که اونا رو بیشتر حدود 60 میلیون دلار اونا محاسبه کرده بودن. اما احزابی رو بهانه میدانن و میگن که ما قبلا هم طرح ما داده بودیم. بله، ببین، یک بحث خود بحث مشکل در ساختار نظام است و یک بحث هم در بحث تعریف احزاب در افغانستان. احزابی که در افغانستان در یک شکل بزرگ قرار دارن، اینا بیشتر به عنوان به حساب سخنگوی کشورهایی که اینا رو حمایت میکنن در افغانستان تعریف میشه و حکومت فعلی هم که حامیش جامعه جهانی و در رأس آمریکا هستن بیشتر تقابل داره با کشورهایی که اونا به حساب به عنوان حامی این احزاب در افغانستان تعریف میشن. شما ببینید یک نوع تقابل بین بیشتر قدرت های پشت صحنه در افغانستان هست و خود بحث طالبان و مخالفین دولت هم که نظر به شرایط زمانی و مکانی اینا چهره تبدیل میکنن. مثلا یک زمانی القاعده بود، بعد طالب هست، حال طالبان میانه رو و طالبان به حساب اعتدالی و طالبان تونروی که اونا در آینده احتمالش هست که اگر طالبان در بحث پروسه صلح بپیمانند اونا برن به سمت گروه‌های دیگه مثل داعش و یا اعضای گروه‌های افراطی دیگه. تمام از اینا برمیگرده به عدم تعریف منافع مشخصی که از تریبیون دولت باید بیرون داده بشن. در خود دولت بحث تعریف منافع ملی یک صدای واحد نداره. شما بحث منافع ملی را از دو صدا میشنوین، یا بحث تعریف دشمن یا تعریف تهدیدات و فرصت‌ها را از دو و حساب تریبون میشنویم که یک از اونها بیشتر شکل خوشبینانه نسبت به برنامه‌های صلح و برنامه انتخابات داره و یک بخش دیگه که اساساً در ساختار شورای اجرایی تعریف میشه، اینا بیشتر شکل نقادانه و شکل رادیکال نسبت به مسائل و تحولات در افغانستان داره. خب یک بار دیگه هم میخوام تکرار بکنم سوال ما. خب با این آنچه که جریان داره چگونه انتخابات برگزار میشه؟ ما نگرانیست که نشه سناریوی انتخابات های سال 88 1388 انتخابات پارلمانی اون زمان تکرار شود، یا هم که انتخابات شبیه سال 2004. ببینین، اگر با سیستم فعلی و با می روی کرده که دولت اتخاذ کرده انتخابات برگزار میشه، قطعا ما با مشکل انتخابات های قبلی مواجه میشیم و این مشکل حادتر هم است و داغتر هم است، چرا که در اون روندها دو جناح سیاسی روی یک کرسی خود اساسا رأس نظام اونا رقابت میکردن. اما اینجا بحث مردمی است. پیشتر شما اشاره کردین که چطور میتونیم جلو این تقلب این موضوعات بگیریم. شما در یک جغرافی افغانستان اونجا یک حزب سیاسی یا مثلا یک جناح اونجا نفوذ داره، اما جناح بعدی که اونجا نفوذ نداره هیچ گونه نظارت کرده نمیتونه. اونا مستقیما تحت برنامه و مدیریت خود انتخابات برگزار میکنن، جدایی از مرکز که حتی خود مخالفین دولت نظام افغانستان به رسمیت نمیشناسن، اونا حکومت کابل میگن. شما بین تعریف کنین خود انتخابات در قرا و قصبات افغانستان که اونجا به چه شکل سنگ میره، به چه شکل اونجا انجام میشه، در ولایت غزنی، در ولایت هایی که بحث گروه های افراطی دیگه صورت میگیره مثل داعش و این مسئول، در جوزجان، در فاریاب، در بدخشان که فعلا وضعیتش مشخص نیست. شما تمام از اینا رو وقتی در نظر بگیریم به این نتیجه برسیم که انتخابات برگزار انتخابات در
وضعیت فعلی اگر بحث اصلاحات و تدابیر جدی گرفته نشه بسیار سخت است. سپاسگزارم از شما آقای زمیر. بدتر از تجارب انتخابات های گذشته تکرار میشه این بار؟ دقیقاً این گونه پیش بره. دقیقاً من یک موضوع دیگر راجع به واکنش احزاب سیاسی دارم میخوام مناسب یک تذکر رابطم که احزاب سیاسی افغانستان که امروز از امروز نیستن البته یا از سالهای بسیار متمادی فعالیت ها دارن، برنامه ها دارن، یک موضوع انتخابات افغانستان نیست. موضوعات فقر است، موضوعات اقتصادی است، موضوعات فساد است، موضوعات مواد مخدر است و ده ها موضوع دیگه که اینا همگی دست به دست هم داده افغانستان رو بالاخره به بحران میبرن. آیا در اون موارد هم واکنش هایی داشتن؟ آیا در اون موارد هم کدام دستاورد هایی داشتن؟ نمیشه که اینا را صرف منعیس کار احزاب که مبارزه با مواد مخدر نیست. دقیقا میتونن طرحهای بدیل داشته باشن به دولت، به حکومت، واکنش هایی داشته باشن برای اصلاح. موضوع جنگ سال در افغانستان امروز قربانی های زیادی از مردم افغانستان گرفته. کدام واکنش هایی داشتن؟ کدام طرحهای بدیل داشته باشن؟ مخالف اونچه که احزاب در خصوص انتخابات مطرح میکنن از نظر زمانی دقیقا. ما احزاب که میگن ما اینو قبلا پیشنهاد داشتیم، شما بیشتر گفتین که اراده برای این کار وجود نداشته چون قبلا هم این طرحها بحثش بوده، حتی در توافق سیاسی حکومت وحدت ملی از بعد تاسیس این موضوع عنوان شده بوده و تاکید شده بوده. در اون زمان این از جمله واقعیتایی بود که باید برش پرداخته میشد، ولی امروز این از جمله موضوعات است که آرمانگرانه. ما نمیتونیم که چرا پرداخته نشد آقای زمیر؟ اگر این مسائل از آغاز تشکیل حکومت دقیقاً بهش تذکر رفته بود و گفته شده بود که عمل شوه و پیاده شوه این اصلاحات، چرا نشد؟ حکومت افغانستان درگیر چالش های بسیار مختلف بود، متفاوت بود که مستقیما به این موضوع اینه بحث انتخابات برای حکومت اولویت نبوده. دقیقا اگر اولویت نبود انتخابات با این وضعیت، اگر انتخابات بعد برگزار شود پیامدش چی میتونه باشه؟ نمیتونه سلامت نظام تهدید بکنه؟ بدون شک 100% سلامت نظام اولویت می بود برای حکومت دیگه. خب بس موارد دیگه هم است که اولویت نبود، نشد، عملی نشد. برنامه‌ای که اونا وعده داده بودن ما باید به اون میپرداختن و امروز ما سلامت انتخابات به وجود می آوردیم که نشد. ولی امروز کدام کاری است که باید به او اهتمام شوه و به او پرداخته شوه که حداقل موضوعاتی که امروز ما به دسترس داریم از او استفاده و بهینه خوبتر به وجود بیاد. آقای خوبادی، بحث انتخابات برای حکومت اولویت نبوده، چیزای دیگه‌ای بوده و مهم بوده که به او پرداخته. خب او هم معلوم نیست که چی بوده. شما ببینین حکومت در یک نوع سردرگمی از زمان آغاز کار خود وقتی مواجه شده، صرفاً به حساب کشمکش های درونی را در داخل سیستم کاری خود داشته. شما در رابطه با بحث انتخابات، اگر به حساب هدف گروپ های لابی که در پشت صحنه افغانستان سیاست گذاری افغانستان را ترسیم میکنن، اگر بحث تغییر نظام فعلی به شکل به حساب حالت اضطراریش باشه، اونا به نظر ما باید انتخابات با همین سیستم فعلی اجرا بشه تا افغانستان بره به یک بحران دیگه و این بحرانی که او را فعلا اگر بتونیم او را پیش بین باشیم در رابطه با اجرای ازی و بحث بحران هایی که در رابطه با خود نتیجه انتخابات بیرون داده میشه، ما حساب شاهد تصمیم گیری جامعه جهانی در رابطه با ادامه کار نظام بودیم که اساسا همین مباحثی که فعلا در بعضی مراکز مطالعاتی جریان داره که بحث حکومت انتقالی است. و اگر این گروپ های لابی که در پشت صحنه قدرت و سیاست در افغانستان قرار داره، اگر هدف از اینا ادامه کار حکومت فعلی باشه، اینا به حساب را یا مکانیزمی جز به طبق انداختن انتخابات و در نظر گرفتن یک بخش یا به صورت کلی بخش خواست های احزاب و یا هم به طبق انداختن انتخابات در راستای برگزاری سه انتخابات یا موسی به حساب شکل انتخاباتی را در یک زمان معین که انتخابات بس خود شکل خود میخواد حساب رئیس جمهوری، بحث پارلمانی و شورای ولایتی که اینا را در یک زمان اجرا بکنه. بله شورای ولایتی که با خود چیز انجام میشه نمیتونه آسیب برسونه. خب تاکید است که باید انتخابات به موقع برگزار شود، چیزی که میشه انتخابات هم میگه و حکومت هم میگه. ببینید بحث انتخابات چی ضرری میتونه داشته باشه و اگر فایده داره چی هست؟ خب ببینید این وظیفه دولت و گروه های اپوزیسیون است که به بحران هایی که برایند نتیجه انتخابات میتونه باشه ایره مطالعه بکنه و بعد اون زمان تصمیم گیره که پارلمان فعلی غیر مشروع خوانده میشه. بله خود حکومت به نظر شما مشروع است؟
خب حکومت فعلی هم نتیجه اراده مردم یا خواست مردم اینا نبوده، اینا بیشتر اما وقتی انتخابات رفت به سمت بحران، نقش بیشتر نقش به حساب جامعه جهانی در شکل و ساختار حکومت اینجا به میان کشیده شد که نظام فعلی برآیند امو مصلحت کلان را مثلا کلانی است که خود آمریکایی را مثلا وجود آوردن. و بحث خود برگزاری یک انتخابات بد و بحران آور ای حساب بهتر است یا که این انتخابات بیفته به تعویق یا در یک مقطع زمانی دیگه ای که کلا این بحثا به یک نتیجه برسه که افغانستان دچار بحران نشه. سپاسگزارم شما آقای ضمیر. بحث اجتماعی سیاسی هر بار عنوان میشه در محافل سیاسی، بحث‌های رسانه‌ای که برای عبور افغانستان از این وضعیت و برای برگزاری یک انتخابات خوب که پیامدهای انتخابات هم قابل پذیرش باشه برای گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و برای افراد، اجتماعی سیاسی ضرور است. این اجتماعی سیاسی شکل خواهد گرفت؟ اگر شکل نمیگیره فکر می‌کنید وضعیت این گونه ادامه پیدا می‌کنه دلیلش چی میتونه باشه؟ دلایلش واضح است. خواست احزاب است، جریان سیاسی است، حکومت افغانستان است و جمعا خواست تمام مردم افغانستان که امروز به چی وضعیت قرار دارند. این یک طرف گپ است. و طرف گپ دیگه ای است که هرگاه ما بخواهیم تغییر به وضعیت بیه نیاز است احزاب سیاسی، جمع مردم افغانستان و حکومت افغانستان دست بده سهم بتن برای سلامت انتخابات، تغییر سیستم و با وجود آمدن یک پارلمان پاسخگو و کارا اقدام بکنن. خب این غیر از اون میشه میگین که به تعویق بفته انتخابات برای اینکه اصلاحات پیاده شود، این خوب است یا که نه با امین وضعیت بعضی تاکید دارن که با هر صورتش باید انتخابات در موعد مقررش و اون چی که کمیسیون گفته اهتمامات لازم داشت. اهتمامات لازم براش گرفته شود، اما گیدسه به دست هم بتن با یک تشریک مسایی با یک خوشبینی این باید برگزار شود. برگزاری حتمی است. هرگاهی به تعویق بفته این بحران دگام ادامه پیدا میکنه و ممکن که از اینکه بزرگتر شود و دامنگیر همه شود و به فاجعه تبدیل شود که غیر قابل کنترل بر دولت، بر احزاب سیاسی و بر مردم افغانستان باشد. نگران نیست که تخلف برگزار میشه، تخلف میشه در انتخابات با کارهایی که تا این حال شده، با شرایطی که حاکم است. خب در صورتی که ما انتخابات پر تخلف داشته باشیم و در پی نماینده های از اون تخلف را بیافتند، ضررش کی میکنه؟ ببینین دوست عزیز، انتخابات در کجا برگزار میشه، توسط کی برگزار میشه و کی ها در این دستن در کار میباشن؟ این سوال های است. هرگاه ما به این سوال ها پاسخ داشته باشیم، بحث تقلب دیگه مطرح نیست. احزاب سیاسی که امروز اونا تشویش از تقلب دارن، اونا خودشان دستن در کار همین موضوع انتخابات هستن، نگذارن که تقلب شوه. مردم عادی که نمیخواین حکومت افغانستان به چی خاطر انتخابات برگزار میکنه که باز بیاید به او پس به تقلب پردازه. خب اما وضعیت بگونه است که نظارت سالم صورت نمیگیره. گروه های حوزه نفوذشان، احزاب، گروه ها حوزه نفوذشان مشخص است. یک حزب سیاسی نمیتونه در حوزه نفوذ یک گروه سیاسی، جریان سیاسی نظارت خوب داشته باشه. ناامنی هم که بیداد میکنه با این شرایط، نظارت هم صورت نظارت صورت میگیره. اما که بیشتر گفتیم تشریک مسائل نیاز است. این یک پروسه ملی است، یک پروسه سرتاسری افغانستان است. آقای ضمیر، تشریک مساعی و اجتماعی سیاسی که عنوان میشه تا این حال حاصل نشده. ما برعکس پراکندگی بین گروه های سیاسی درون حکومت حتی میبینیم که چگونه است. خب تا دو ماه مانده به انتخابات این اجماع و تشریک مساعی که شما میگید ایجاد میشه؟ هرگاه بخواییم میشه. هرگاه بخواییم تضاد منافع را بیاییم در از تقابل بیاییم در تفاهم 100%. صلاح جامعه یک جایی است، اتحاد اتفاق است، با همی است. دیگر رای بیرون رفت دیگه نداریم. اگر ما از این گزینه دوم انتخاب کنیم، مجبور به فاجعه بریم، در حالت اضطرار بریم، گپایی که اصلا خوشبین نیستیم. مرز رو آقای قبادی، انتخابات باید در موعدی که مشخص شده برگزار شود و این که نظارت خوب صورت بگیره، بازم تاکید دارن اجتماعی سیاسی اگر ایجاد شود، تفاهم بین گروه ها و نیروهای سیاسی ایجاد شود، ما میتونیم یک انتخابات خوب داشته باشیم. این تفاهم ایجاد میشه به این سادگی فکر میکنید؟ ببینین قبلا هم اشاره کردیم که وقتی یک بخش یا یک قضیه یا یک تحولی در رابطه با مسئله افغانستان وارد یک بحران میشه، مستقیما رابطه مستقیم داره با نقش یا حضور
نیروهای خارجی در افغانستان که در رأس آمریکا قرار داره و هر آن مشکلی که در رابطه با ساختار کلی نظام ایجاد شود پای آمریکا اینجا دخیل است. شما شاهد بودین که در انتخابات قبلی هم وقت افغانستان وقتی خود انتخابات رفت به سمت بحران مستقیما پای آمریکا به قضایا کشیده شد که بعد این نظام اونا بیشتر مشروعیت دادن و مردم افغانستان هم به لحاظ یک مصلحت عمومی را که در نظر گرفتن همه نظام قبول کردن. اما در رابطه با اجماع و اشتراک مساعی در رابطه با تحولات مثل افغانستان این کشور افغانستان یا نظام سیاسی یا حتی مردم افغانستانی که فعلا از حکومت دور هستند ما یک جایگاه مستقل در رابطه با تصمیم گیری در امور داخلی خود نداریم. شما بیشتر از این که برای افغانستان خود مشکلات و بحران‌هایی که در اینجا قرار داره مهم باشه بیشتر خواست او کشورهایی که یا در سطح منطقه حضور دارن یا در سطح به حساب جهانی قرار دارن بیشتر در افغانستان حضور داره و افغانستان صرفا به عنوان یک میدان بازی برای قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی است و در رأس بحران‌هایی که در افغانستان صورت می‌گیره به عنوان عامل مادر بحران در افغانستان کشور پاکستان است و بعد از او کشورهای مثل ایران و روسیه و این مسائل و متاسفانه ما نتونستیم برای کشور آمریکا یا ایران به اثبات برسانیم که ما میتونیم در بلند مدت کشور افغانستان میتونه در بلند مدت یک شریک استراتژیک خوب همانند پاکستان در سطح منطقه برش باشه و این کار حکومت پاکستان تانسته. فعلا هم هر آن تحولی که در افغانستان صورت میگیره بیشتر از اینکه جایگاه افغانستان برای آمریکا مهم باشه جایگاه پاکستان مهم است. یا بر فرض مثال او خواستم که خود طالبان در مذاکراتشون مطرح کرده بودن بیشتر و خواستای دیرینه پاکستان بود از حکومت افغانستان، بحث واگذاری ولایت و بحث به تعویق افتادن انتخابات و بحث تعدیل قانون اساسی و این موارد. پس به این نتیجه برسیم که ما خود ما مستقل نیستیم در تصمیم گیری. بحث اگر بحث فرصت ها باشه که برای همین هم ایجاد اجماع سیاسی و تفاهم بین گروه ها و نیروهای سیاسی کار مشکلی است، هم کار مشکل است و این بیشتر از اینکه یک توان یا کار درونی نیاز داشته باشه با جناح سیاسی این بیشتر یک اجماع منطقه نیاز داره. او کشورهایی که در افغانستان اشتراک منافع دارن، منافع استراتژیک دارن در افغانستان کنو هم در سطح منطقه تعریف میشه و هم در سطح جهانی. اینجا مثلا شما بحث مهار چین از حوزه افغانستان و اهمیتش برای آمریکا بسیار مسئله مهم است. شما ببینید که در به عنوان یک کشوری که برنامه‌ای که تقریبا رقیب دوم برای آمریکا اصلا تعریف میشه کشور چین، اگر آمریکا یا همپیمانانش بخواهند که چین در سطح منطقه مهار بکنن از او برنامه بلند مدتش اینجا نیاز داره تا هند در مقابلش قوی بسازن و این هند پروژه خود تقویت هند هم برای مهار پاکستان لازم است هم برای برنامه‌ای که در افغانستان صورت میگیره. سپاسگزارم آقای زمیر. برای که بحثمون جنبندی شود کارشیوه ها و تدابیری را که این روزها کمیسیون انتخابات اعلام میکنه و چیز تازه‌ای که ما امروز شاهد بودیم اداره ثبت نفوذ گفت که ما مرکز معلومات ما برای کمیسیون انتخابات میتونم و کمیسیون انتخابات هم گفت ما میتونیم از این استفاده بکنیم برای سر دادن و مقایسه تذکیر های استیکر خورده و بانچی که در مرکز ثبت احوال نفوذ ثبت است. خب این کارها میتونه جلو تقلب بگیره و سود داشته باشه؟ تندوز زیاده. آگاهی دهی نقش خود داره، اهتمام به موضوعات تکنیکی که از طرف کمیسیون انتخابات ارائه میشه نقش جایگاه خود داره و آمادگی مردم بسیار زیاد رول داره، میتونه که به سلامت انتخابات کمک بکنه و ما خوشبین هستیم به اینکه انشالله یک انتخابات سالم داشته باشیم. فارغ از اینکه مشکلات وجود داره، موضوعات امنیتی، چالش های اقتصادی که بحث ها بسیار زیاد شده، موضوع استیکر، موضوع جمع‌آوری تذکرهایی که قبلا شاهدش بودیم، موضوع عزل کاندیدایی که مشکلات داشتن از طرف کمیسیون حساب شکایات، جدا از این موضوعات تکنیکی که روز به روز بروز داده شده میره از طرف کمیسیون انتخابات، اگر به او بیشتر اهتمام گذاشته شود، بیشتر عملی باشه، این میتونه به سلامت انتخابات و به شفافیت روند
کمک کنه و این به نفع مردم افغانستان است. سپاسگزارم. آقای قبادی، میتونه استفاده از آنچه که مرکز ثبت احوال نفوس میگه، استفاده از دیتابیس مرکز ثبت احوال نفوس توسط کمیسیون انتخابات مفید باشه و جلوی تخلف بگیره و ما بتونیم تذکیرهای تخلفی را، آنچه که استیکر خورده و تخلف شدهش، او را از اصلش تفکیک کنیم؟ ببینید، در مرکز شاید در پایتختی که کابل باشه این کار صورت بگیره، اما در ولایات بدور از پایتخت این کار بسیار مشکل است و بحث خود فکر میکنم زمانم برای این کار استفاده کمیسیون از این کار کم نیست؟ ببینید، جز طرحی که احزاب ارائه کردن، جز این طرح، هر طرح دیگه ای که در وضعیت فعلی باشه، این به حساب ممکن سازی جلوگیری از تقلب بسیار مشکل میسازه. شما اگر ما خود روند این مباحث در افغانستان مطالعه بکنین، همیشه بحثایی که صورت میگیره یک سلسله مقدماتی هست که باید انجام بشه و خود اگر برنامه‌ای که با می سیستم، اگر برنامه برگزاری انتخابات با می سیستم باشه، یقینا دولت پافشاری میکنه که با می سیستم با وارد کارزار انتخاباتی بشه و طرح احزاب هم که یقینا اونا پافشاری خود خاص خودشون دارن و اگر به می شکل انتخابات برگزار بشه، یقینا افغانستان دچار یک بحران دیگه در راستای ساختار سیاسی که در قالب پارلمان تعریف میشه انجام میشه و او مقدماتی که نیاز است برای تصمیم گیری های بعدی در سطح سیاست کلی افغانستان، یقینا اونا برنامه خاصی دیگه وجود داره، مثل می تحولاتی که چند وقت پیش در ساختار امنیتی ارگ وقت اجرا شد. خب مقدمات ازی اگرچه بسا فجایع کلانی در افغانستان صورت گرفت، از قبیل بحث فجایعی که در کشتار مردم در جنبش رستاخیز صورت گرفت، در جنبش روشنایی صورت گرفت، هیچ گونه تحول امنیتی پیش نمود، اما با چند راکت پرانی در اطراف ارگ آمدن، مثلا یک سلسله بحثای امنیتی کلان را از هم پاشاندن و اینجا با تمام از این مقدمات بحث حضور آقای خلیزاد در افغانستان بود. و فعلا هم اگر بحث برنامه به گونه‌ای باشه که انتخابات با سیستم برگزار بشه، هیچ گونه طرح حکومت قبول نمیکنه و این مقدمه‌ای هست برای آغاز روندهای بعدی که قرار صورت میگیره. میگه با این روش ما با بحران مواجه میشیم. 100 درصد. این بحران قابل کنترل است؟ سوی حکومت، حکومت توانایی داره که بازی بحران مهار بکنه؟ ببینید، طرحهای بدیلش باید مطالعه بشه. ببینید، طرح بعدی که اگر افغانستان در نتیجه انتخاباتی که صورت میگیره وارد بحران بشه، طرح بدیلشون چیست؟ این طرح بدیل از طرف جامعه جهانی به حساب حکومت انتقالی در افغانستان است و یا برنامه‌ای بدیلی که اونا در رابطه با بحث مذاکرات با طالبان دارن؟ و اگر این خواستهای احزاب بعد در نظر بگیرن، این بحث ادامه کار حکومت فعلی است که اگر خواستهای احزاب را در نظر بگیرن که یا انتخابات به تعویق بندازن که خواستهای احزاب در نظر بگیرن. احزاب که تا یک هفته پیشتر هم عنوان میکردن و میگفتن که 2 ماه وقت کافی برای اعمال سیستم بایومتریک در انتخابات است و تا نهادهای خارجی هم اعلام آمادگی کردن. بله، ببینین، خود بسیار خواست کلی انتخابات یا منابع تمویل کننده انتخابات بیشتر خواست از اونا مهم است که اونا با کدام سیستم در نظر دارن تا شکل ساختاری پارلمان را شکل بدن. این بیشتر برمیگرده به اینکه اونا اصلا حضور اما قدرت های دیگه ای که در افغانستان اشتراک مساعی دارن اونا را در نظر میگیرن یا نمیگیرن. اگر سیستم به گونه ترسیم بکنن که اینجا انتخابات آزاد از مسیر احزاب بشه، خب اینجا احزاب یک قدرت هایی که در تقریبا در همسط یا در مقابل خود نظام قرار داد تقویت میشه. شما ببینید، اگر با صلاح نظام یا این قدرت هایی که حامی خود افغانستان هستن، اینا قدرت یافتن احزاب به نفع منافع خودشون احساس میکنن یا نمیکنن؟ اگر احساس میکنن که 100% باید خواست احزاب در نظر بگیرن و اگر جایگاه احزاب یا قدرت احزاب برای خودشون یک تهدید فرض میکنن، به هیچ صورت حاضر نیستن که نظام انتخاباتی که فعلا ترسیم شده ای را پیش بکشن ایره. و با می سیستم بیشتر از احتمال آمدن بحران هشدار دادید. گفتید شدیدتر از انتخابات های پیشتر ما ممکن دچار بحران شویم با آنچه که جریان داره اگر انتخابات برگزار شود. چی نوع بحران پیش خواهد آمد؟ خب ببینیم، بحران یا به شکل به حساب فیزیکیش هست یا به شکل اعتراضات مدنی که صورت بگیره، در هر دو صورتش قربانی اصلی مردم است. شما وقتی بحران هایی را که از آغاز حکومت وحدت ملی تا اکنون اونا
و حساب به وجود آمده تماما قربانیش مردم هستند. این بحران ها از تحریم بخش های انتخاباتی، تحریم ادارات دولتی، بحث خودمختاری اگر او را فرض بکنیم یا بحث بحران های دیگه که افغانستان درگیرش است، این تماما پیش بین ناشده است. این فقط زمان میتونه این را به اثبات برسونه که اینا هر کدام از احزاب سیاسی که خواست و منافعشان در یک بخش از جغرافی افغانستان تعریف میشه، اینا نظر به خواست و منافع خود چطور تهدیدهای را متوجه دولت میسازن. یقینا هر حزب سیاسی اهداف و برنامه‌های خاص خود داره که نظر به جغرافیایی که در سلطه داره اونجا برنامه‌ریزی میکنه. سپاسگزارم از شما آقای ضمیر. جز طرح احزاب راه حل خوبی نداریم و اگر با روش فعلی انتخابات برگزار شود ما دچار بحران میشیم که در اون صورت باز طرح بدیل نیاز است، میتونه اداره موقت باشه یا از همین حالا تعویق انتخابات باشه و اصلاحاتی که احزاب اعمال میکنن اعمال شود. خب ما در صحبت های اول خود گفتیم طرح احزاب بهترین طرح است، خوب طرح است، جامع است، ولی به زمان بیشتر نیاز داره. عملی بودنش از نظر زمانی، شما بیشتر تاکید داشتین که انتخابات سر وقت و اونچه که اعلام شده برگزار شود. خدای صورت اگر احتمال تقلب بره و ما دچار بحران شویم و از او گریزی نباشه خوب نیست که فکر میکنید به تعویق بفته در 3-4 ماه و ما اصلاحات بیاریم بعد انتخابات برگزار شود؟ این برمیگرده به پالیسی ها و سیاست های دولت. دولت افغانستان به هیچ عنوان راضی نیست که انتخابات به تعویق بفته و این برگرده به انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی و خواست مردم می است. ما 8 سال پارلمانی داریم که امروز هم وکلا وجود داره. خواست مردم نیست که انتخابات برگزار شود. دقیقاً. خواست مردم این هم نیست که تخلف شود. دقیقاً. دقیقاً. اهتمامات کامل براش گرفته شود، موضوعات امنیت، موضوعات تکنیکی، موضوعات همین موضوعی که عذاب از موضوع بایومتریک بحث می‌کردن. در انتخابات قبلی ما شاهد بریدن کلکای مردم افغانستان بودیم. در 4 طرف افغانستان کدام ضمانت وجود داره که همین ماشین بایومتریک به دست نیروهای مخالف بفته و چقدر باز ما قربانی داشته باشیم؟ یک بحث بسیار کلان دیگه است. سلامت باشید آقای ضمیر. خیلی کوتاه می‌خوایم آقای قبادی اشاره شما را داشته باشیم. خواست مردم به باور آقای ضمیر ایست که انتخابات در تاریخ اعلام شده برگزار شود. خب یکی دی از کجا معلوم که خواست مردم باشه؟ نه ببینید، خواست مردم که یقینا خواست مردم ایجاد یک حکومت دموکراتیکی که در اونجا اراده خود تمثیل بکنن نیاز است. شما هشدار میتونید که با این شرایط ما دچار بحران میشیم و انتخابات هم سالم برگزار بشه؟ بله، اما اینا مردم خودشون حال متوجه شدن که ببینید مردم اصلا فعلا در حکومت فعلی از جای بسیار دور هستن. اصلا به این روندها مردم، بله مردم بی‌باور شده. خب شما ببینید هر آن به هر اندازه‌ای که مردم بیشتر در پروسه انتخابات شرکت کردن به مو میزان امو آرا یا نظریاتشون نادیده گرفته شد و وقتی که وارد یک بحران شدن کشورهای دیگه ای که بیشتر در افغانستان منافع زیادتر داشتن اینا آمدن به صورت مصلحتی یک خواستی را اینجا تطبیق کردن که اینجا تمام معادلات ای سیاسی بحث‌های مردم سلولی و این دموکراسی را زیر پای ساختن. حال این به حساب مردم افغانستان هم نسبت به انتخابات بی‌باور هستن و هم نسبت به این نظامی که بیشتر شعاری است، نظامی که در پلورالیسم سیاسی در مردم سلولی اینا تعریف میشه. پس بهترین راه حل شمیر راه حل احزاب است که ما از این احزاب توقع داریم که اینا برای می خواستی که فعلا اونا را بیرون داده برای پافشاری داشته باشن که یا این انتخابات به می شکل شفاف و عادلانه برگزار بشه و یا این به تعویق بیفته یا در یک مقطع زمانی دیگر و یا با یک مکانیزم دیگه ای که اینجا بیشتر شکل نظارتیش به شکل محسوس باشه نه غیر محسوس. سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم از آقایان دکتر سید نصرت‌الله قبادی استاد دانشگاه و محمد کبیر ضمیر فعال جامعه مدنی. و سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان عزیز. خدا نگهدار.